رعایه گیگین شخصی و جمعیتی مهمترین وسیله حفظ سلامتی خود و دیگران می باشد. آسودگی و آرامی جمعه از وضع روانی باشندگان آن وابسته است. چون که شاهد بودید در اولی پیدایش این بیماری در نهاد مردم ترس و وهم ناامیدی جای گرفته بود. اکنون که این حالات ها تا اندازه به افاقه افتاده و زندگی به مجرای خود ادامه دارد، اندیشه خود را همچون متخصص برای حالت روانی مردم ابراز می داشتید. در حقیقت هم کرونا ویروس در قطار تاثیر به دیگر عضوهای انسان از جمله به سیستم نفس کشی، دل و رگ های خونگرد و سیستم عصب نیز تاثیر می رساند. اما تا حالا تحقیقات های مشخص آید تاثیر کرونا ویروس به سیستم عصب گزارانده نشده است. اما در رویش بیماری ما مشاهده کردیم که در بیماران درد سر، سرچرزنی، پس شوی بوی حسکونی یا نیست شوی بوی حسکونی، گم شوی مزه و بیخوابی و عصب خستگی نشانه های نورولوژی این بیماری می باشد. باید قید کرد که بیماری های سیستم عصب از جمله ویران شوی فونکسیونالی سیستم عصب با هر گونه بیماری ها را به ارگانیزم تحمل پذیر می گرداند. از جمله استرس زیاد، عصب خستگی، نوروز باعث آن می گردد که کرونا ویروس به ارگانیزم تحمل پذیر می گردند. در جمهوری تاجیکستان در اولی بیمارشوی آدمان به ترس، واهمه و تهلوکه افتادند و این باعث زیاد شوی این بیماری در جمهوری گردید. ما همچون متخصص توصیه می دهیم که به ترس و واهمه نافتاده برعکس به کارهای پروفیلاکتیکی مشغول شوید تا که این ویروس به ارگانیزم شما تاثیر نرساند. ترس و واهمه یا خود استرس قابلیت محافظتی ارگانیزم و مقاومتناکی ارگانیزم را بر ضد بیماری ها پس می کنند و تحمل پذیری بیماری به انسان زیاد می شود. انقترش برای آن نفرانی که به خود معالجه دست می زنند، چی گونه آریزه ها از جانب سیستم عصب می تواند پیدا شود؟ وابسته به پاتوگنز این بیماری در بیماران در دوره های گوناگون ویران شوی گردش خون در معینه سر به مشاهده می رسد و در هفته سیومی این بیماری در بیماران سکته خونریزی به مشاهده می رسد. اینچنین در نتیجه اینتکسیکاسی وزنین ارگانیزم در بیماران ویران شوی هوش، هیجانناکی پسیخوماتوریکی با تمام نمودهای بیماری های سرایتی خاص است در بیماران به مشاهده می رسد. آریزه های دوری این بیماری انسفالوپاتی گیپاکسیکی، انسفالوپاتی دیسترکولاتوری، دیپریسیا، ویرانشوی خواب، عصب خستگی و غیره ها می باشد. در سرشوی بیماری در نتیجه هجوم های سیتوکینی در بیماران در نتیجه گیپرکاگولیاسیا یعنی که زیاد شوی لختشوی خون در بیماران سکته کمخونی به مشاهده می رسد. آریزه های دوری این بیماری انسفالوپاتی گیپاکسیکی، انسفالوپاتی دیسترکولاتوری، دیپریسیا، ویرانشوی خواب، عصب خستگی و غیره ها می باشد. بیمارانی که به بیماری کووید 19 گرفتار شدند باید به آب و تاب بدن با مشق های جسمانی مشغول شوند. اینچنین خوراک های سرغذا که بای از ویتامین ها و مینرال ها است استعمال نمایند. اینچنین سری وقت بیخوابی، عصب خستگی و دیگر بیماری های سیستم عصب را تبابت نمایند. تشکر زیاد معلم عزیز. تماشابینان گرامی خاطرسا می شوید که مصاحبی ما بودند منیجر ایسایه و استاد دانشگاه دولتی تیبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا.